این بازی رو هوادار برای نساجی در آورد. ما قبل از ازدواج کردیم خانمم میگفتم اول تو نساجی رخت کردم بعد شما رو. گل خوردم. بالاتر. محبت یه جری. سه امتیازو گرفتیم. کردیم تو کیسه داریم میریم فرودگاه بریم قایم شهر. همکنون در فرودگاه شهدای ساری هستیم. در یک اتفاق بسیار نادر در فوتبال کشور قراره که تا ساعت‌های آینده سه پرواز از ساری به مقصد اصفهان داشته باشیم. هواداران خونگرم تیم نساجی که شما پشت سر بنده مشاهده می‌کنید با حمایت‌های مالک باشگاه نساجی قراره که به اصفهان اعزام بشن تا تیم فوتبال نساجی در مقابل ذوبان اصفهان مورد حمایت خودشون قرار بدن و به نوعی تنها نذارن. با ما همراه باشید. هیچ حسی نه حس سبب شدن هواپیما رو داریم نه هیچی، فقط حس ما اینه که سه امتیاز بگیریم که این بازی واسه ما خیلی حیاتیه. دم مسئولای باشگاه گرم که واسه هوادارا سنگ تموم گذاشتن، هواپیما گرفتن، هیچ جایی اتفاق نیفتاده بود تو هیچ تیمی. میدونیم این هوادارا حقشون بود، تو لیگ دو لیگ یک خیلی روزای سختی داشتیم، واقعا دیدیم که خدا یعنی چیکار کرد دیگه. ما بالام با هواپیما ببرن بچه‌هام که همه یعنی هستن، ما با اتوبوس هم رفتیم، همه شهرها رفتیم. یعنی تای دلم امیدوارم که ما با دست پر برگردیم. اسم ما هیچ جا نمیریم آقا، ما چسبیدیم به این لیگ برتر، تکون هم نمیخوایم. خیالتون راحت. من قمار کردم سر این بازی که مطمئن تیم توی لیگ برتر میمونه. بازی رو چطور پیش بینی میکنی؟ من با امتیاز برمیگردم از اصفهان. بچه‌ها که میخوام با سه امتیاز برگردم، ولی من با امتیاز برمیگردم. از آقای رحمتی زیاد به قول معروف کینه بدل نداریم تا حدودی. آقای ساکت الهام حالا با هر همین درسته حرف شما رو من قبول دارم عزیز دل، من حرف شما رو قبول دارم. تیم بچه‌هایی که تلاش کردن داخل بازی فینال جنگیدن، این تیمو بردن آسیا، الیس کنار گذاشته شدن، بازیکنان تیم بازنده اومدن بازی کردن. خب معلوم آقای رحمتی اومده انتقام فینال جام حذفی رو از ما گرفته، چه تشکری از این آقا داره؟ عادل محمدو که همه میشناسین، دو هوادار تیم نساجی مازندران قراره که در بازی با ذوبان هم در واقع نساجی رو مورد حمایت خودشون قرار بدن. من میخوام تشکر کنم از آقای حدادی و مارک باشو که زحمت کشید امروز هماهنگ کرد که با پرواز بریم. وضعیت بینایی بهتر شده یا نه؟ تغییر نکرد؟ نه بینایی هنوز تغییر نکرده. نساجی به قول همون شعار معروفشون امید شهر خسته شونه. نساجی ای امید شهر خسته، نفس من به نفس. بازی تیم تو چند شنبه میشه؟ دویچ نساجی. نساجی بله. خیلی امیدواری. حالی دویچ میبره. دویچ نساجی زوبان رو میبره. بله. یه شورال خاصی میونه هواداران تیم نساجی هم با تمام احترامی که واسهتون قائلم، همیشه شورال خاصی بین تماشاگران نساجی هست. بله. چه بمونه چه نمونه، 40 سال ما قبل از ازدواج کردیم خانمم گفتم اول تو نساجی رخت کردم بعد شما رو. نساجی این فصل نباید اینجا باشه. نباید اینجا باشه به قول شما، اما شد. کاریش هم نمیشه کرد. ما هم هستیم تا تهش حمایت میکنیم، تیمو نگه میداریم. در اینجا رو برای میزبان میگیریم و مهمان میگیریم، ولی بدتر اینجا رو برای اونجا دارم. بدتر اینجا رو پشت دروازه، ما کدوم موقع پشت دروازه به مهمان دادیم؟ نصف جهان اصفهان امروز میزبان یه تقابل بسیار حساس برای شمالی هاست. نساجی در اصفهان صحبت کنید پیرامون شرایط نساجی. درسته. خب همونجوری که خودتون اطلاع داری نساجی فصل حالا خیلی خوب شروع نکرد. حالا نتایج سینوسی این تیم به هر حال خیلی از هواداران نگران کرده بود که ممکنه که نساجی بخواد وضعیتش به گونه‌ای بشه که برگرده به لیگ دست اول. ولی خب با تغییراتی که در واقع مالک باشگاه نساجی در نساجی ایجاد کرد، با اومدن آقای ساکت الهامی یه جو خیلی خوبی هم در واقع تو نساجی شکل گرفت، یه اتحادی خوبی در واقع رقم خورد. شاهد باشیم در هوای بارانی و شمالی فولاد شهر این مسابقه از هفته 25 برگزار خواهد شد.
یه ضربه از پشت ما و گل. چه گلی زد از وسط زمین تیم نساجی. درنه محبته یه جریبه و گل دوم. گل دوم هم زده میشه برای نساجی توسط امیر حسین سام دلیری. توت پایان بازی در نیمه اول هم به صدا در میاد بلافاصله. برتری 2-0 نساجی. پایان نیمه اول تقابل زباهن و نساجی و نتیجه 2-0. مشکل ما مشکل مدیریتیه. مدیریت اولا که باید بومی باشه چون که به فکر اون شهر باشه. آقای نکیسا خیلی ضعیف کار کردن. شما البته این فرصت برای نساجی. باغبان کاتبک رو به بیرون. حرکت شریعت زاده خوبم میزنه. بازم یاپولی. دروازه. بازم تو به تیر. سوت پایان بازی به صدا درمه. تبریک به تیم شایسته و دوست داشتنی و ریشه دار نساجی مازندران. اول مسابقه گفتم 2-0 میبریم. این تماشاگر ارزشش رو داشت تا اینجا اومد تا این برد تقدیم بچهای قائمشهر کنه. این بازی رو هوادار برای نساجی در آورد. بنویسید تو تاریخ هوادار نساجی رو تو لیگ نگه داشت. این هوادار همه کار میکنه. سه امتیاز رو گرفتیم کردیم تو کیسه داریم میریم فرودگاه بریم قائمشهر. شعار بابون جنگت میفهمین که مازندران شهر ما یاد باد، نساجی برام بومش آباد باد. خطاب به آقای سید مهدی رحمتی. آقای سید مهدی رحمتی، ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به ما و دیگران وای به حال دیگران. به وضوح معلوم بود که از لحاظ سطح انگیزشی تیم نساجی از تیم ما بالاتر بود. حالا با حضور هوادارانشون هم یه جوری اصلا میزبان بازی اونا بودن. اگر کنار هم باشیم مطمئنن اتفاقای خیلی خوبی میفته. امیدواریم که باشگاه نساجی با همین روند ادامه بده و هواداران با همین شدت بتونن در کنار باشگاه باشن و ما اتفاقات و بردهای شیرینتری رو تقدیم هواداران کنیم. تمرکز الان مهمترین چیز تو باشگاه نساجی هست. توافق شده که کسی صحبت نکنه. کلیدی خودم را شاگردانم اعلام میکنم و قطعاًم برخورد خواهم کرد. توان خیلی بیشتر از این رو از بچه‌ها داشتم. ضریب خطای فردی ما امروز خیلی بالا بود. ناراحت باخت نیستم. آدم میبازه باید مردونه ببازه. الانم اصلا نمیخوام گردن بچه‌ها بندازم. این قطعاً من مقصرم. من توقع و انتظارم رو اعلام کردم از بازیکنام. اگرم تیتری قرار شد بزنید، تیتر بزنید که مؤثر شکست رویه. ما با توجه به شرایط جدولی سمتیاز برامون مهم بود. برد استراتژیک و مهمی بود توی جدول. تیم در نیم فصل دوم نسبت به ایجاد شانس گل از نیم فصل اولش خیلی جلوتره، ولی به همون میزان هم گل خورده اومده بالاتر که و گلای بد هم میخوریم. چندمین گل فکر کنم از راه خیلی خیلی دوره که به هر حال اینم ایراد نداره. پارسا جعفری این گل بدو خورده. من مربی نیستم که عملکرد خوب شاگردانم رو به یک یا دو تا اشتباه نادیده بگیرم.